چه خبره ها؟ آه اینا رو همه رو حالا یه سریش خودم داشت میسیم حسین ورده بود همینجوری که نظر بدیم در موردشه، نه تبلیغیت مثل همیشه دیگه، فکر کنم دیگه بدونید اینو، نه چیزی نمیخوایم بخرم، آره بابا همینجوری برای دل خودمونه، برای عشق خودمون آوردیم کار رو، که اصلا این نیست که بخوام تبلیغ شرکتی بکنیم. بچه‌ها بیا خودتون متوجه شدید با یه عشق بازی اینجا کردیم، باشه سری کارا کرد، یه سری ماشینا که من خیلی نظرمو جلب کرد و دوستشون داشتم، خب من این شاهزاده رو تو دستم دارم دیگه، خب و شاهزاده دو هر چی بخوام مقایسه کنم میبرم تو دست اینا مقایسه میکنم، این خیلی نظرمو جلب کرد، با اینکه فکرش هم نمی‌کردم که اصلا این نظر منو جلب کنه، میدونید که من خیلی برام هندلینگ یه ماشین مهمه، اما در کار کوتاه مدت تو من یه سرباش زدم بچه‌ها، خب ولی تو کار کوتاه مدت جز اون ماشینایی بود که من به حسین گفتم که اینو من دوست دارم یه آنالیز بلند مدتم روش داشته باشم، احساس میکنم که نمره های بسیار بالای سبک، این اهرم بغلش رو نگم براتون، اصلا ولش کن، اگه اینو بذاریم توی زمین همه اینا رو باید بذاریم زیر زمین، اصلا یه چیز دیگه است، نمیدونم کیه، رویز رویزه این، اصلا یه حس عجیبی، تیغش نمره داره بالا، پین درایوش نمره داره پایین، و دوست دارم که حسین اینا توی بلند مدت من این ماشین رو تست کنم، یعنی بعد این ماشین رو برای من بفرست تا من این ماشین رو تست کنم تو بلند مدت، خیلی نظرم رو جلب کرد در مورد جیاره که میگم فکرش رو نمی کردم، بلا فاصله تا تاچ کردم کار کردم نظر من این ماشین جلب کرد، کجاییه؟ چین. این تا این، خب دیگه بگید تا من نظر بده. XJet این ماشین تو تیپ همون نسل قبلش قرار میگیره که بهبود پیدا کرده، خب یعنی عملکردش بهبود پیدا کرده، اینم ماشینی که دوست دارم تست بگیرم ازش، یعنی باشه باش کار کنم ببینم که چی کار میتونه بکنه، ولی فکر کنم از رقباش عقب میمونه، همجوری توی یه کوتاه مدت از رقبای گردن کلفتش عقب مونه، ولی تو رده خودش ماشین خوبی باشه. اوکی دیگه بگو. یه دونه ماشینم سیبر که نداریمش اصلا، این برای فروش نداریم، برای فروش نداریم، نظرت خب من الان نظرم بگم تو نمیذاری ویدیوشو؟ نه میذارم. میذاری؟ این ماشین فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود، اصلا از نظر سنسیتیویتی محشر بود، از نظر تو دستش محشر، خیلی ماشین فوق‌العاده‌ایه. ببینید وقتی هم یهو ما میام یه ماشینی با یه ماشین دیگه مقایسه میکنیم و میگیم اون بهتره، داریم میریم تو خیلی جزئیات که بدون اغراق شاید کار هر کسی نباشه. خب من اگر بخوام این ماشین رو مقایسه کنم، باز هم اینجاشو بذار خواهش از دکنه، قطعش نکن، خب بهترین خط زن دنیا بدون شک اکستریم رزوناله، پول گرفتم از شرکتش دارم برای توی آرایشگر امید و میشناسی تبلیغ میکنم، این ماشین خیلی ماشین فوق‌العاده‌ای، من این دوتا رو بردم تو ریز جزئیات، این میزنه اینو، اگر سنسیتیویتی و هندلینگ و اینا رو فاکتور بگیریم، فقط بریم تو تیغه و برش و کار کردن و زدن و خط و اینا، با اختلاف خیلی کم ها فکر نکنیم مثلا این حرف داره این ماشینه آقار خودش ها، ولی با اختلاف ریز به نظر من این میزن که این همون اینیستی که گاماس فرقی نمی کن، جفتشون با هم رفیقه، یعنی میتونی اینو بخری میتونی اینو بخری، جفتش یک دیگه بگو. شیور یووی بابلیس رو من باش زدم، یکی از کجاست شیور یووی بابلیس؟ خدا وکیل علیش شیورهای ما رو بده، اینجوری نکن کار رو نکن، خواهش میکنم. خودش بوده یه شیور، آقا اولا که خیلی اس لاکچری بودن این شیور و این داستاناش رو این آره حرکاتش تک توره، نظر من اینه که آرایشگرها توی یک لاین خوان کار کنن، صورت نمیخوان بتراشن، خب چه دو تا سیخ و سه تا تیغ باید داشته باشه، رو تکتیک کنترل بهتری دارن، دید بهتری هم دارن، یه خط میخوان بندازن و این شیور تک باشه بهتره، خب تا
تک باشه. ولی از نظر عمل کردی من بخوام بگم، ببین من در مورد عمل کرده صحبت کنم، متریال کار من نیست. خب لوپوره بابیس هم داداش بگم اینو بذار بگم، دو تاشون با هم یه جور می‌زدن، اینو این خیلی خوش دست داره اصلا. یه تیم توی تیم دیگه هست نظر خوش دستی، ولی از نظر زدن شیوه دیگه، شیو میکنن دو تاشون. حالا این کنترل بهتری بشه، شیورن دیگه تاش. و آره دیگه این چیزی که عیان هسته مثلا جنس و اینه حس حال دیگه. لو پرو هم بچه ها خیلی میخواد، لو پروه، لو پرو اگه اون تیغه روش باشه. کدوم تیغه؟ این تیغه فلت نه چی؟ ویج بلید، من نمیدونستم اسمش. اون تیغه روش باشه که تیپره به نظر من، دسته تیپر، ویج بلید، ماشین خوبیه. این تیغهشو دوست ندارم، اون تیغه رو دوست دارم، ماشین خوبیه و خوبه. ببین یه پکیجه، مثل میدونی چی میمونه، مثل سنیو. آره یه حس اینجوری بهش بگیریم، یه ماشین خوبیه، نمیتونه بیا تو رده های بالا صحبت کنه به نظر من، نه ماشین خوبیه. حالا شاید از نظر متریالی مثلا یا اونیش که کار من بازم میگم نیست دیگه. شونه خوبم، حالا شونه خوب که ما هم ندادیم، اینو من خواهش میکنم بگو، من ندارم، منم ندارم. الاخه خیلی هاشو میگم، میگن چند سه تا شونه خوبم به بچه ها معرفی. بدون شک علی آقا وایس پارچ کو بدون شک. آخه اصلا میدونی یه صحبتی حسین بنفشش کو بچه ها ببخشید، ما اینجا هم میزم اونجا داستان شده. اصلا من که میدونی مثل چی مونه، مثل اینه که مثلا بری دم نمایندگی سایپا بگی نظرتو در مورد مثلا رویز رویز بگو، یه هم نیستی اصلا چی باشیم ما که در مورد وای اسپارک ژاپن صحبت کنیم، همون قضیه سایپا میشه برای رویز رویز صحبت. مورد تایید جهانیانه، ما چی باشیم اصلا. این بی نست کد 339 پستش هم گذاشتم، کد 336، کد 332، همش عالیه. مید این ژاپنه، هر چی دیدی نوشته مید این ژاپن بخر و برو چشم بسته بخر، بهتر از سسیبونه. میجم اینو با جزئیاتی که الان در وصف این ویدیو نیست، ولی این شونه بی نقص‌ترین شونه دنیاست اصلا، بدون شک، بدون حرف، بدون حدیث. اون شونه زردار هم نشونه بچه‌ها بده زیر سبه زیره اون که سیبر صابر، حالا اسمش مهم نیست. این که من یه دفعه دیگه هم گفتم این اصلا شاهکار مهندسی، بیا بگیر شاهکار مهندسی ژاپنیه این اصلا، این ندارد قضیه است اصلا. چی ساخته این؟ چی داره میگه؟ من کالکشن الان اینجا به هم ریخت حسین دید، من کالکشن وای اسپارک دارم اصلا. این چیه این؟ اصلا چی ساخته؟ چیسی میتونه اینو بسازه؟ اصلا فکر نکنه. یه شونه ارزون قیمت خوب هم داره میاد، اینه که اوورده نیست، نیومده توی بازار. اینه نظرت هم در رابطه به این بگو، چون در آینده قرار بازار ایران رو خب این از نظر سایز، سایزش درسته، از نظر اندازه هم اندازش درسته. اینو چون صدا من کم میاد بگو هنوز نیومده، هنوزم نیومده این شونه اصلا، قیمتش هم مشخص نیست اصلا، هیچیش مشخص نیست. و آورده بودن که ببینیم چه جوریه، که گفتیم یه سری حرکات روش بزنن که بهتر و قوی تر بشه، که اگر اون حرکات روش انجام بشه با توجه به قیمتش شونه خوبیه. بگم من که با جی آر ال مقایسه شد به نظر من، اگر من جی ار ال برا من بیارم میذارم این زمین با پا خوردش میکنم. خب دیگه چی؟ قیچی که خب من دارم، اونو چه خیلی باش کار کردم. قیچیه ایکس جته، نه این چیزه جت لاینر رزونال، یه قیچیه فوق‌العاده. ببینید بچه ها در مورد قیچی من یه صحبتی بکنم، نری میزوتانی برداری بیای با این مقایسه کنی ها. مثل اینه که بنزو بیاری با پراید 131 مقایسه کنی، اصلا ولش کن. نری وینگزو بیاری، نری نمیدونم نینجا سیزرزو بیاری، نری ایمکو بیاری، اینا رو نری بیاری ها. در بازار ایران یه قیچی با کیفیت اصلا چیزی تو ایران نداریم،
این یه قیچه باشه، من قیچه کاری شخصی خودم باش کار میکنم، قیچه مورد علاقه من، قیچه خیلی خوبه تو بازار ایران، بی رقیبه این قیچه. در حال حاضرم یه ماسترم باش کار میکنم، نمیدونم قراره چند سال کار بده یا هیچ، در حال حاضر آره اینه نمیدونم. اگه پولم نداری اونقدر این خیلی من راضیم. مارک فینیه کده نمیدونم واسه این کدش چنده، نمیدونم کدش چنده، حالا خیلی خوبه، خیلی قیچ خوبیه. خود حسین هم باش کار کرد، خیلی قیچ خوبیه دیگه. همینا، مرسی، دوست دارم عزیزم.